دروز به شما دوستان گرامی مخلصان برنامه فوتبالی آسیا امید خوشی های روزگار شما به نشر نوین برنامه ما شروع میکنیم اینک فوتبال بزرگ جام جهان 2026 قدم می نهد و ما و شما هفته گذشته قرعه‌کشی بازی ها را در آسیا تماشا کردیم و اینک معلوم شد که دسته منتخب تاجیکستان در کدام گروه با کدام دسته ها قوام می آزماید امید بسیار بزرگ داریم زیرا علاقه ما می دانیم که مقصد فدراسیون فوتبال تاجیکستان در جام جهانی سال 2026 بازی کردن است چرا زیرا ترتیب گذراندن بازی ها تغییر یافتند اکنون از آسیا 8 دسته یک بار به جام جهان می روند و باز یک دسته دیگر می تواند که با آنها همراه شود در بازی های پلی آف این موضوع را ما امروز در برنامه فوتبال آسیا با شما مطرح میکنیم خوب در استودیو با ما کارشناس فوتبال زهیر بابایف خوش آمدید و پرویز محمد امین که رفت قرعه کشی بازی ها را شهر دادند خوب در گروه ما گروه جی است کدام دسته ها شامل شدند اینها پیش از همه عربستان سعودی اردن و تاجیکستان از سبد سیوم و نهایت کمبودیا یا خود پاکستان این گروه برای ما چگونه گروه است از همین جا شروع میکنیم چگونه گروه است ما آیا میتونیم اکنون به جام جهان رویم فکر میکنم که پیش از همه گفتن لازم است که اگر فدراسیون فوتبال مملکت چنین یک وظیفه پیش مربیان مانده باشند یک اقدام خوب است یعنی که تمام مردم ما مخلصان فوتبال ما متخصصان فوتبال یک حیات آرزو میکنیم که همین روز رسد و خوشبختانه گفتنی است که ببینید که 48 دسته برای راحت گرفتن است و ما یک شانس خوب باید از دست ندهیم و در گروهی که ما میبینیم تیمی در حقیقت تیمی بزرگ این تیم عربستان سعودی که ما هر گفتم ممکن هر یک چمپیون جهان در چمپیون جهان اشتراک میکنند و این دسته یک دسته ای است که حقیقتا در چمپیون جهان ما دیدیم که پرقوت است و دسته ای که غالب چمپیون جهان ارجنتین شکست داده است با مسی بزرگ برای ما باید که تیاری خوب بینیم با این دسته نو با دو دسته با سه دسته دیگر ما میتونیم برابر بازی کنیم یعنی که با دسته اردن و دسته یا خود پاکستان یا کمبوج ما فکر میکنم که ما در اینجا تیاری خوب بینیم و راحت گرفتن میتونیم خوب باید بگویم که این تنها مرحله دوم انتخابی است زیرا بعد از این باز در پیش مرحله سیوم که اونجا نسبتا مرحله حل کننده خواهد بود برای برآمدن به جام جهانی 2026 ما شما رو در پیش انتظار است ترتیب همین گونه است که از 9 گروهی که اونجا 4 دسته تقسیم شدند دسته های جای های یکم و دوم از گروه میبرند و در گروه ما دو دسته عربی مقابل ما قرار می گیرند که بازی کردن با مقابل دسته های عربی در گذشتن برای ما مشکلی ها رو پیش می آورد و فکر دارم این دفعه نیز همین گونه خواهد بود اما یک چیزی خوشبین کننده این است که بازی یکم خود رو ما در خانه همون دایر میکنیم و بر مقابل حریف اساسی همون در گروه اردن یعنی روز 16 نوامبر وقتی اگر قدم اول ما با باوری و با غلبه آغاز شود در این مسابقه ببینید که در دور دوم یا با پاکستان یا با کمبوج روبرو خواهیم شد امکان می شود تا در دورهای اول به طور ماکسیمالی امتیازهای خود را به دست آوریم و بعدا باز بهار سال 2024 نتیجه ها را انتظار باشیم البته از دو بازی ضد عربستان سعودی که در ماه مارس برگزار می شود آنقدر انتظاری های زیاد نداریم زیرا این دسته به نهایت پرقوت است ولی باز هم در دورهای پنجم و ششم وقتی با اردن و یا کمبوج یا پاکستان روبرو می شویم حتما امکان هست امتیازها را گیریم یعنی ما امیدوار شدن همون ممکن است که از گروه با جای دوم و مرحله سوم انتخابی میبرویم دوستان گرامی در حقیقت دسته منتخب عربستان سعودی در این گروه دسته از همه پرقدرت ترین هست و در رده بندی جهانی هم در زینه 54 می باشد شما اینجا حالا موقع رده بندی دسته ها رو در فیفا می بینید که اینجا سعودی با 54 در جای 54 هم است تاجیکستان 102 هم اردن 82 هم و پاکستان کمبوج بعد از 176 هم جای گرشدند این هم درجه بوزی رو نشان نمیدید زیرا که وقتی اخیر طوره میبینید نتیجه های باوجود میبینید که دسته هایی که در بعد از صدوم هستند دسته های جای سیوم رو هم شکست میدید به هر نه به این نگاه نکرده دسته پرقدرت ترین چون گفتیم عربستان سعودی است دسته تاجیکستان با عربستان سعودی هم اگه یک بوزی دوستانه سال 2005 برگزار کرده است که اونجا ما با حساب 3 بر 0 مغلوب شدیم از طرف دیگر دسته عربستان سعودی با حساب نه حساب بلکه دسته عربستان سعودی توانسته است که 6 مرتبه در بازی های جام جهان شرکت ورزد اینچنین 10 مرتبه در بازی های جام آسیا و همچنین 4 گیم دستاورد هم در
جام اوسیو دارد که این البته نتیجه خیلی خوب است. ما خوب میدونیم پای میبریم که اینجا عربستان سعودی در حقیقت پرقدرت است، اما ما با استقلال توانستیم که با الهلال بازی کنیم، زیرا در حیات دسته ماست عربستان سعودی 11 بازیکن الهلال عربستان سعودی بازی میکنند. بله، و فکر دارم همون سبقی که از بازی ها بر مقابل الهلال در سال اول اشتراکی دسته استقلال گرفته بودیم برای ما باید کرامت باشد در بازی های در پیش ایستاده بر مقابل عربستان سعودی. اونجا ویتالی لفچنکا بسیار خوب خط دفاع رو براه مونده بود و ما توانستیم در عکس الهجوم ها گویم گل های ضروری خود رو به هدف رسونیم و تا جای یک غلبه هنگاموی استقلال رو هم بر مقابل الهلال دیدیم. اما فوتبال عربستان سعودی وقتی اخیر تغییر یافته ایستاده است و دیگر در برابر الهلال حالا ما میبینیم که النصر، الاتحاد، الاهلی و دیگر دسته ها خوب خیلی فوتبال بازانی خوب رو به وی رسونده ایستادن. علاوه بر این لیگ داخلی عربستان سعودی ببینید که اکنون به توپ 5 لیگ مقتدر فوتبالی اروپا نزدیک شده ایستاده است. این نه تنها از حساب صرف مبلغ ها و خرید بازیکنان بلکه به واسطه انفراستراکتور، اون شرط و شرایط امکانات هایی که به وجود آورده ایستاده است در داخل عربستان سعودی یکی از بهترین لیگ ها رو میخواهد سازمان دهد و این همه تلاش البته بهره میزبانی جام جهانی 2030 است از سوی این کشور. وقتی در داخل لیگ خوب باشد حتما این به سطح بازیگران به تاثیر نمیموند و ما قبلا تجربه عربستان سعودی رو در خاطر داریم که چند فوتبال بازش رو به اسپانیا روی کرد روان کرد تا اینکه اونجا اونها بازی کنند و تیار شوند برای اشتراک در جام جهانی 2018، هرچند این اونقدر نتیجه نداده بود. لیک در عموم واقعا هم برای این فکر راضی هستم که عربستان سعودی بسیار دسته پرقوت است، اما مقابل اونها هم بازی کردن ممکن. در حقیقت دوستان گروهی طور پرویز نوکر گفتن، اما بازی ها رو از مرحله دویوم شروع میکنیم چون در اوکیون پاکستان با کامبوج هستن. اینها پیشتر موی اکتبر لکای بازی های خود رو برپا میکنن و کدومی که غولی بومد با بازی های گروهی شامل میشود، یعنی اینها بازی های تو گروهی هستن که از این 10 بازی که برگزار میشود محض 10 دسته در گروه ها شامل میشوند و بازی ها ادامه میوبند. خب در چون در باره عربستان سعودی گفتیم، اینجا ما بهترین بازیگران اونها رو اینجا انتخاب کردیم، این سلیم الدوسری و سلمون الفرج هستند. بغیر از این قحطانی هست بسیار بازیگرانی هستند که در اینجا بسیار نقش مهم هم میبازند. چی گفتید؟ ما نمی خیلی اضافه کردنیم که مثال گریم بینید چمپیونات جهان عربستان سعودی ما گفتیم که کمانده قهرمان زد. بله. یعنی که اگر ریتینگ ده ما بینیم عربستان سعودی و ارجنتین فرق زیاد دارد. لیکن نو وابسته بینید که عربستان سعودی تیاری خوب دیدن و در این بازی شکست دادن چمپیونا. ما هم میتونیم که تیاری خوب بینیم و تاکتیک درستی که مربی ها میگیرن فکر میکنن که بچه های ما هم با هر یک بازی فقط برای غلبه میبرن. ما گفته برای ما با این بازی ها اگر که در حقیقت ما خواهیم که راحت گیریم و جام جهان باید که فقط برای غلبه به میدان بریم و گفتنی هستم که ما هم نیز باید کمک هیئت مون پرزور کنیم، چرا که در تاشکند همگان دیدن یعنی که کمبودیا دیدین، یعنی بسیار یک کف چیز خوب بود که کمبودیا مربیا دیدن و در همین کمبودیا کار کنن و بازیگران جوانی که در حقیقت امروز هم گفتن که ستاره‌های فوتبال سرزمین هستن اونا را اهمیت دادن در کار تا بازی ها وقت زیاد است. فکر می‌کنم که مربی ها در همین کمبودیا کار میکنن. شما دو مرتبه در بازی های انتخابی جام جهان سرمربی دسته منتخب تاجیکستان بودید. بله. این نوبت آسان تر شد، یعنی طوری گفتیم 8 دسته و باز یک دسته دیگر به جام جهان میرود. چون من آغاز کردم که ما آیا نقشه فدراسیون فوتبال تاجیکستان رو بود کار میتونیم یا نه، از اون خاطر بود که الکای ما در مرحله دوم با دسته پرزور اردن مغلو با اینجا تمرین های عربستان سعودی است. اینجا باید همین چیز را هم گفت که ما یک مرتبه از کارگردان خواهش میکنم که بازی هایی که عربستان سعودی آخرین بازی هایش را گذرانیده است منظوری ما کنند. خوب در اینجا عربستان سعودی بسیار با دسته های پرقوت بازی میکند. حالا ببینید این منتخب عربستان سعودی با بولیویا، با گوریم ونزوئلا، با عمان، با عمان هم بازی داشتن. اینجا یک بازی هاشون هم هست وقتی که لازم شد من بگم که چی میکنن، اما نتیجه هاشون خوب نیست. چند بازی اخری که ما اینجا میبینیم عربستان سعودی در همه جا بوخته است تا اون زمانی که عراق و عمان و همچنین ببینید از یمن، فقط بعد اون که یمن رو به حساب دو بر سه بریدن 4 بازی دیگر پای در پای نقص است، یعنی بخت است، یا اونها بازیگرای نو رو میسنجند.
من همین خیلی گفتنی نکش در دو انتخابی جام جهان من همچه سرمربی سرزمین بودم تاجیکستان ایخه خراب پرتوی نبود یعنی که ما در گفتن که شانس خوب شد یک سالی شده است که میتونیم و باید که ما با دندانمون زمین قپیم که ما برویم باید این خیلی شانس ها وقت نمیشد دورایی که بنده سرمربی بودم یک دسته میبرومد بله یک دسته ما جای دیما گرفتیم نبرومدیم بله فقط خطای راحت گرفت ایاز بینید که شما دو دسته میتوند بروید دسته سیوم با راحت میگیرد اونو میکنید نیست از مرحله دویوم و بعدا مرحله سیوم اون وقت بله برای اول گفتنی هستن که بازی کرده میشد با این دسته ها دید چون که میبینیم عربستان سعودی مرحمت بازی کنترولی هست بازی رفیقانه دوستانه هست بینید با کماندای بهترین لاتین آمریکایی بازی میکنن و دیگر دسته های اروپایی بازی میکنن نه وابسته که شکست میخورن لیکن بازیشون همدیگر فهمی خود تاکتیک درست میگیرن فکر میکنن که بچهای ما هم یک احساسات علاوه جون هست که گویا که ما حتما راحت میگیریم از همین دوره باور کنید کاش همین گونه باشد ما هم امید داریم دوستان گرامی دسته دومی که در این گروه پر قدرت نمبر می شود البته دسته منتخب اردن است با دسته منتخب اردن دسته منتخب تاجیکستان چهار بازی انجام داده است که حالا می خواهم اینجا منظور شما شود این چهار بازی که ما برگزار کردیم ببینید تاجیکستان الکای با بویسوی یک بار سه مغلوب شد سه بار صفر مغلوب شد یک بازی دیگر رو ما اینجا با غلبه انجام دادیم و این بازی هم در سال 2021 برگزار شده بود یعنی ما میتونیم که در مقابل اردن خوب بازی کنیم چی میشه پرویز؟ بله اردن دسته هست که گفتیم وقت آخر در سطح میانه در آسیا نتیجه خوب نشان داده ایستاده است ولی بالاتر از این آنها نرفتند یعنی اونقدر تفاوت بین تاجیکستان و اردن زیاد به چشم نمیرسد هرچند در سال 2015 همان دو بازی که ما میبینیم هم در دوشنبه و هم در عمان ما مقابل این دسته نتیجه مثبت به قید گرفته نتوانستیم بله ولی در سال 2021 وقتی بازی رفیقانه گذراندیم در یکیش مغلوب شدیم ولی در دیگرش توانستیم دو بار صفر بود اینجا بله. نیست اما غلبه ما اینجا هست در هر دو بازی که گل زده شده است و تور دروازه اردن این از جلیلوف ها هست علیشه جلیلوف و دیگرش منوچهر جلیلوف بله و خلاص درباره هیئت دسته منتخب کشور بالاتر استاد قید کردن واقعا هم هیئت ما گویم اندکه به بزبینی نیاز دارد از سوی استاد مربیان و فکر دارم بر زمین این نباید ما بازی کشاد رو نشان دهیم بر مقابل اردن بر این دسته ها و هر حال خط دفاع مستحکم در مدی اول باید باشد برای ما تا اینکه گل سر ندهیم وقتی در بازی خانگی خود مقابل اردن یا اینکه عربستان سعودی حرکت میکنیم ببینید در عربستان سعودی هم بعد از رفتن اروی رینار مربی فرانسوی حالا دوره تغییرات ها است چهره های نو پیدا شده استودند اونجا هم نمیتونیم بگویم که همه کارها 100% خوب است از این دو فکر دارم پیش از همه در بازی خانگی در دوشنبه وقتی رقابت های مون رو دایر میکنیم مقابل هر سه این دسته ها حتما نتیجه مثبت رو به دست آوردن ممکن حداقل با عربستان با مساوی گویم امیدوار شدن لازم است و در برابر اردن وقتی بازی یکم مون رو دایر میکنیم حتما ما باید بهره پیروزی مبارزه بریم زیرا ایدامه گویم روحی ما از نتیجه بازی اول وابستگی کلان دارد معلوم است که از نگاه نظریوی در گروه ما رقابت برای جای دوم باشد که تاجیکستان و اردن صورت میگیرد من در حق درست است چیزی گفتنی هستید من هم خیلی الهایی کردنی هستی که من در سایی که میسونم چی عربستان سعودی و چی اردن دو کماندوی که کماندوی عربی هست یعنی که این کماندو کتی ما باید پیش از همه مربی ها کماندوی یوف باید که بازی همین رو میکنه مثلا که من بازی تجربوی تجربوی یعنی بازی کنترلی میگیم بازی دوستانه را یعنی مثلا میتونیم که ما با عراق بازی کنیم با کماند تیم عراق که عراق شکست داده است بله عربستان سعودی رو عربستان سعودی رو اردن هم شکست داده یکی یکی از دستای خوبتر است هم یک پیشنهاد میشه که میسوگیم با مربیای و مربیو کی میگن با نامعلوم که از طرف ظهور بوبوش میگه که حتما با کماند عراق یا بازی دوستانه بود کنیم یک بازی دیگه دوستانه ما میتونیم با سوریه بازی کنیم میسوگیم دو تا دولت که سوریه سولی گذاشته میتونیم که با جمهوری بله بله هر دو این دسته فکر میکنن که مانند هستن با هم از جهتی ما گریم اگر از روحشناسی پسیکولوژی میگیم روحی که اینا مبارزه خوب نازنینن بجال هستن
یعنی مثلا که این طرفی پسیکولوژی هم باید ما بینیم و سعی می‌کنیم که کماندویی که ما من خیلی که همچون متخصص میدونم با این کماندو ما باید اصلا در میدان خودمون باید فقط هجوم و فقط تنها هجوم باشد اگر در حقیقت که در پیش مربیو فدراسیون فوتبال مملکت روخت گرفتن مانده باشد باید که هجوم هم باشد ما در تاشکند دیدیم که دفاع فقط دفاع هیچی نمیتید دفاع یعنی که بازی میتونه دورنگ شود یعنی میتونه تصادف ما غلبه کنیم لیکن اگر ما در حقیقت هم در دفاع خوب باشیم هم در کنتر هجوم خوب باشیم یعنی در همین تاکتیکا باید مربیو کار کنن که همین من کافایی که ما گفتیم کمبودی ما دیدیم انکه همین کمبودی رو چیکار میکنن مربیو باید کار کنن اگر همین کمبودی که ما گفتیم کار کنن و اون بازیگران خوبی که دعوت کرده شود بازی کنترلی باید ما کمش داد تا اون وقت یک سه بازی کنترلی یا چهار بازی کنیم تشکر یک سوال زیاد در رسانه‌های اجتماعی است این هم تغییر نیافتنی حیات دسته مثلا منتخب تاجیکستان در 5 تا 7 سال اخیر اما جوانان اومدن حالا قدرتشون که با دسته های بزرگ بازی کردن نمیرسد این یک خیله است شما کارشناس 90 دقیقه برنامه ما هستید و علاقه یک مرحله تاجیکستان بازی های گویم چپه تاجیکستان رو شما دیدید هستند نفرهایی که مثلا همین دسته منتخب تاجیکستان رو باز پرقوتر کنند مثلا مربی اونها رو به دست دعوت کنند فکر می‌کنم که هستن برای اینکه من خیلی که همچون متخصص بسیار نظر میکنم حتی همین دستایی که یک دستایی که ما از نمبر میکنم ممکن که شما بگید که چه خیلی کیه در اونجا مثال بگیم ما نمیگیم نامهای همین بازیگران یکی مربیای تیم ملی برای اینکه گفتم یکی مربیای تیم ملی باید که حتما از درونی از تاجیکستانی باید باشد ما ببینیم که همین خارجی‌ها رو هم ببینیم اگر تیم‌های عربستان سعودی هم سالی که پیش که من سرمربی بودن میدان مثلا دوستانی من بودن عربا سرمربی مثلا برزیلی مربی سرمربی بود میدیم که یکی از مربی‌ها مثال گیریم که عرب است یعنی که از همون کشور است سابق بازیگر است یا ترینر است یعنی برای چی میآموزن همه آدما و در درون و میتونه بسیار چیزا را حل کنه یعنی همون مربی در درست یک سخن درست گپ زنه نسبت این یا اون بازیگر و اگر همین دیگرگونیایی که ما گفته استیم کنن هست میخوای بازیگر مثلا در دسته فیض خان دیدید یک دسته ما نمبر میکنه در جای یکم یا دوم نیست فیض خان در یک از جای میانه است ببین هست من میبینم مثلا نگاه زهیر بابوی هست مثلا در دسته روشن کلوب هست بازیگر هست در دسته همون خوجند بوستونی هم میگیم یک دسته است که نامعلوم میگیم هست بازیگر هست بازیگر در دسته اسخاته هست یعنی مثلا میتونیم ما پرزور کنیم یعنی بازیگرانی که ما دیدیم در تاشکند در جمع کفا ما دیدیم که در حقیقت دفاع ما ضعیف بود چی باید کرد در همین کمبودی باید مربی ها کار کنن لیکن اگر که بینن با نگاهی که همین بازیگر که حاضر تمام هستیش نمیت یا چخیر کنیم با دندان ها ما باید زمین خپیم و زور زنیم برای چمپیون جهان ان این بچه ها با یک انرژی یک عمر دعوت نشدن یکمش بینید که با یک دعوت چمان برای و یا افتخار است بازیگری که فقط دعوت میشد دعوت میشد لیکن که هیچ حتی انتظاری نیست هیچ بودی نیست برای چی دعوت میشد برای چی که در کمند چمپیون بازی میکنه اینا نگو کردن در کار نیست این دیگر چی است این دیگر چی است برای اوی فکر میکنن که مربی ها در حقیقت هم در این سه بازی میتونن که همین بازیگر رو نظر کنن در کل باشه ما میتونیم سخن خیلی مانی که ما باید در اینجا در کنار باشیم ما فقط دعاگوییم که تیم ما غلبه کند و فقط غلبه کند و چمپیون جهان ما یکی بر در بینیم این یک ارزوی بسیار ارزوی انسان از این ارزوی بهتری چی نیست برای مخلص و برای متخصص ما برای اینکه اگر راحتی که ما میگیریم این عبوری وطن ما است عبوری فوتبال ما است تشکر زیاد ما اینجا یک لحظه تمرین های دسته منتخب اردو رو تماشا کردیم بیاید با نتیجه بازی هایی که آخرین دسته اردن به دست آورده است این اصلا در سال 2022-2023 شدن بیاید اردن یمایکا این دسته اوسونگزار نیست بو سربیا 3 بر 2 فیلیپین خوب 4 بر 0 فیلیپین اسپانیا درجهش پستر است باز از اسپانیا یک بازی با اسپانیا گذروند که با حساب 3 بر 1 انجام یافت خوب بسیاری دسته ها امور رو 1 بر 0 اینچنین سوریه رو 2 بر 0
همچنین کووایت رو یعنی در اوسیو موقعیتش بلندتر است و این دسته پای در پای به پیروزی ها نویل شده است. خب بازیگرانی بهترین این دسته رو هم داریم، یک لحظه اولو اینجا پایگیر میشیم که اینها از اصلا موسو اتمری است با نزن نایمت. این از اونهای هستند که مثلا میتوانند که بغیر از خود باز کمکگروی دیگر هم دورند که و این نزدیک شوند. چون در مورد دسته منتخب تاجیکستان گپ بزنید، شاید علی شیر جلیلوف اینجا باشد، نمیدونم باز بازیگرون دیگر پرویز عمربایف باز دیگر اونها هم شاید همین گونه برنامه میسازند. ولی یک چیز دیگر من میخوام از شما پرسم، چون پرویز جان شما گفتید از ماه اکتبر الکای بازیهای جم شروع میشوند و از طرف دیگر ببینید که سرمربی دسته ما پتر شگرت هنوز بازی ها رو به انجام نرسونده است، یعنی جام آسیا که ما در فینال اون باری اول بازی میکنیم اون دسته رو اونجا میبرد، اما دسته منتخب تاجیکستان رو در جام جهانی سال 2026 کی رو بری میکند؟ تو این وقت چگونه باید باشد؟ اینجا این کمی مشکلی هم هست، اگر مثلا فدراسیون فوتبال تاجیکستان گوید که یک نفر دیگر بیاد با دسته منتخب تاجیکستان برای جام جهانی سال 2026 کار کند، این چگونه می شود؟ یا شگرد این دسته رو به اون بوجه می برد؟ فکر شما نظر شما؟ بعد از نتیجه غیر قناعت بخش در جام کافا که در شهر توشکند بود، بسیاری ها طلب هم کردند، یعنی از بین مخلصان و حتی کارشناسان نظر هم دادند و گفتند که بگذار مربی نو دعوت کرده شود با حسی سرمربی دسته منتخب کشور. ببینید که حالا مرحله انتخابی جام جهان قبل از برگزاری مرحله نهایی جام آسیا است. با حسی سرمربی ما میدونیم که پتر شگرت تو انجام جام آسیا 2023 باقی میماند، هرچند این مسابقه در ابتدای ماه در ابتدای سال 2024 برگزار میشود. یعنی ما میخواهیم یا نه از روی همین معلوماتی که حالا هست، دو دوره اول بازی های مهم مقابل اردن و بعدا یا زیدی کامبوجا یا پاکستان تحت رهبری استاد مربیان پتر شگرت بچه های ما بازی میکنند. ولی من فکر دارم اینجا اکنون از نتیجه همین دو بازی معلوم می شود که آیا کارو پتر شگرد به سر مربی بعدا دوام می دهد یا نه، و مهمتر از این شاید نتیجه در جام آسیایی در پیش ایستاده باشد، زیرا اونجا هم اگر ما نظر اندازیم از گروه سه دسته امکانی برآمدن دارند. آیا ما به خاطر همین سه دسته موفق داخل می شویم یا نه، آیا از گروه بری اول در اشتراک خود برآمده می توانیم یا نه، و در اون چگونه بازی نشان می دهیم؟ این سوال های هستند که حالا جواب ندارند به خود و اشتراک آخرین شاگردان پتر شگرد بیشتر این جواب ها رو منفی در نظر گویم در نظر مخلصان جلوه‌گر کرده است. لیک خود بازی ها و مسابقه که در پیش است خواهیم دید که تو کجا بازی میکنند، و بالاتر معلم هم اشاره کردند که چهره های نو جلب نمی شوند. چهره هایی که دوی مجلب می شوند اونها یکان انگیزه ندارند، یکان خویشی به مسحت زیاد نیست. بعضی از فوتبالبازان ما گویا که تنها برای نامشان دعوت کرده می شوند و در میدان یکان حرکت نمی کنند، که این گویم خلافی بوزی در حتی دسته منتخب است. ببینید که هر نفری که به دسته منتخب دعوت کرده می شود، این برای او پیش از همه آبروی سطح بلندی بین المللی است، زیرا نه همان فوتبالباز فوتبالبازی دسته منتخب شده می تواند، زیرا از بین چندین نفر بازیگران نفرانی مخصوص و نفرانی ویژه گویم به حیات دسته منتخب جلب کرده میشن. اما در ما که بعضی از فوتبالبازان به طور دائمی جلب کرده میشوند، اونها گویم دیگر همین انگیزه خود رو از دست دادند. اونها فکر میکنند که چی بازی کنند، چی حرکت کنند، چی نکنند، همش یک است، باز دفعه دیگر اونها رو دعوت میکنند. باید این طرح نباشد. تشکر رسول گرامی. اولو میگذاریم با سبد چهارم که در اونجا یا کمبودا یا خود پاکستان با دسته ما همراه خواهد شد. خب پیش از اون من فکر میکنم که اینجا کمی اگر با قوه نظر کنیم پاکستان بهتر از کمبودا است. ولی از روی اون معلومات هایی که در برای دسته منتخب پاکستان است، اونها نظر به دسته حریف یعنی کمبودا بهتر هستند. لیک ما تجربه بازی با هر دو این دسته رو داریم در گذشته، پاکستان رو دو دفعه مغلوب کرده بودیم، در برابر کمبوجا هم بازی های ما دائما با موفقیت جنبه شده است. از این دو من فکر نمی کنم که دسته که از سبد چهارم در گروه ما افتید باید حریف جدی ما حسابیده شود، زیرا ما حتما وظیفه دار هستیم که در هر دو بازی هم در سفر و هم در خانه خود مقابل این گونه دسته ها گویم پیروزی به دست آوریم. وقتی ما در برابر همین گونه دسته ها نتیجه ماکسیمالی رو به دست نمی آوریم، ارزوی برآمدن به دور سوم مرحله انتخابی جام جهان این علاقه باید خود به خود از بین رود. درست هم هست، همینطور شما هم نظرتون همین است؟ نظر هم که در گفتنی هستن که نو بسته یا کمبوجا یا که پاکستان ما باید در هر یک بازی تیاری خوب بینیم.
یعنی که هر یک بازی ما اگر کدومی فکر کند از مخلصان یا متخصصان که کمبوج کم تیمی سست است ضعیف است یا که پاکستان این نادرست است در هر یک بازی که هست باید فقط برای غلبه برای اینکه در اینجا جام جهان هر یک دولت خودش حمایت میکنند و تمام هستیشان هم میتیند در این بازی پیش از همه من فکر میکنم که در مربی سرمربی و مربیان باید چقدر فکر کنند پیش از بازیایی که دوستانو میکنند یا که پیش از بازی آسیو کیو دعوت کنند از این ما میبینیم از دعوت همین قدم اول مربی ما میبینیم که در حقیقت اینا چیه دعوت میکنند و فدراسیون فوتبال مملکت در پیش اینا وظیفه گذاشتن من فکر میکنم که بعد از توشکان کافا نگرفتنی مربی ها بسیار یک فکری درست بود برای چی که مربی ها دیدن کمبودیشون بسیار کمبودی خطایی سخت کردن یکی این خطایی ها گفتن درستان این کف هست میتونستن بچه های همین نامبر کردگی ما از چمپیونات تاجیکستان بچه هایی که بسیار چون خوب نشان دادن مخلصان هواداران فوتبال اونا دوست میدارن و دعوت نشدن همین یکی از خطایی کلونی مربی ها بود فکر میکنم در همین بازیایی که پیش استوده بازیای کنترلی که ما میگیم وقت کم است باز میگم نویبر این سه ماه چهار ماه چی نیست این وقت گفتم ممکن برای در همین سه ماه بو بود یک بازی با سنگاپور داریم به نزدیکی بسیار خوب میشیم بچه‌ها کو دعوت شون یعنی که در همون دیفو ما چی داریم در دیفو ما من از نگاه خودم متخصص دیفو بسیار ضعیف است باز دیفو گفتن نمیشد که دفاع هجوم و دفاع همه وقت از جهت تاکتیک در هجوم هستن حتی دفاعگران گل های خوب میزنن غلبه های خوب میبرن برای دفاع ما باید بسیار از جهت در فقط شگر در دفاع نباید باشن هجوم و کنتر هجوم هم نیست اینا باید در حمله باید باشن اینجا حالا رقابت های داخلی دسته مدخلی تاجیکستان خوب ببینید ازبکستان رو در قسم اول بایستو یک بر صفر بریده ایستاده بایستو پنج بر یک مغلوب شدیم خوب یک بر یک نتیجه هایی که اگر گویم که پتر شگر به دست آورده است بسیاریش مساوی هستند ولی او توانیست که تاریخاً یک قدم بزرگی گذارد و با جامعه اوسیو ببرد ما با پتر شگرد حالا باور داریم به کدام خاطر؟ به خاطر که اینجا یک نفهمی در بازی ازبکستان با تاجیکستان شد این را خودی مربیان علاقه وقتی که ما مصاحبه کردیم بیان کردند اما ما باز یک اشتباه دیگر هم داریم این اشتباه با فوتبال بزرگی ما تعلق دارد ما با دسته میانمار وقتی که در اینجا بازی میکردیم با حساب 4-3 هنگامی که مربیمون ازبک توشف بود و اونجا ما با حساب 4-3 بختیم همینطور نشود که مثلا ما با پاکستان ما یک بازی داریم با حساب 1-0 غلبه کردیم بر پاکستان و همچنین دو بازی پاکستان معذرت میخوام با کمبودیا ما یک بازی داریم با حساب 1-0 غلبه کردیم با دسته منتخب پاکستان باشد دو مرتبه ما با اونها وخوردیم یک مرتبه دو بار صفر غلبه کردیم و یک مرتبه دیگر 1-0 یعنی اینجا قدرتمندی ما همین گونه می نماید اما در اصل باشد ببینید که اینجا باید با دسته ها با یک نگاهی که آنها با ما رقیبی حقیقی هستند نظر کنیم نه اینکه خوب این ما سه خول امتیاز می گیریم سه امتیاز می گیریم و بعدا می شود که ما امتیازی به دست نمی آوریم بله همین گونه حالت خاطرتون باشد قبلا در سال 2018 بود با فکرم در بازی 2017 دقیقترش در بازی بر مقابل فیلیپین داشته بود چگونه ما امیدوار بودیم که از گروه با جام آسیا برآمده میتوانیم اما این طور نشد بعدا یمن که در گروه گیم بوسم در رده بندی نظر با ما خیلی پایین تر بود در برابر اونها هم مغلوب شدیم و با همین شانسی اولین مرتبه با جام آسیا برآمدن رو از دست دادیم یعنی تاریخا سبق های بسیار خوب باید ما گرفته باشیم از ناکامی هایی که در مرحله های انتخابی جام آسیا و جام جهان داشتیم لیک آخرین اشتراکی ما در مرحله انتخابی جام جهانی 2022 ما رو امیدوار میکنند که ما نتیجه خوب به دست آورده میتوانیم زیرا در گروه خاطرتان باشد با قرقیزستان و ژاپن که قرار داشتیم در نهایت کار بعد از ژاپن ما جای دویم رو گرفتیم این یک قدم به پیش بود تاثیر برای عثمان توشف در همون دوره اکنون فکر دارم بوسم
بعد از زیاد شدن شماره دسته های اشتراکچی از آسیا ما باید تلاش کنیم با در نظر داشتی اون حالاته که حالو داریم. یعنی ما هرچند از سبد سیوم برون برآورده شد نام تاجیکستان، ولی ما برای جای دویومی خود در گروه باید مبارزه رو به طور بسیار شایسته دوام دهیم. تشکر زیاد. من فکر میکنم که اینجا در باره اون که گروهی ما گروه جی بود، تاجیکستان، عربستان سعودی، اردن و یا خود کمبود یا پاکستان بود، همه سخنهای ما رو گفتیم و بغیر از این برنامه که حالا شما دیدید، ما در علاقیدگی باز در باره اون دستایی که در گروه ما شامل هستند مکملتر به شما با بازی هایشان نوارها رو پیشنهاد میکنیم تا که شما ببینید که در گروه دسته منتخب تاجیکستان کدام دسته های منتخب جایگیر شدند و شانسی ما تا کدام اندازه مثلا برای برآمدن بعد دور سیوی مسابقه ها و مرحله سیوی مسابقه ها امکانیت دارد. به هر نوع اینجا دوستان گرامی در گروه ها وقتی که قرعه کشی شد یک قرعه کشی خوبی هم بود. اگر همین طرف نظر کنیم در اینجا ما نمیبینیم که یکون گروه پیش میفتن سنگین است و مرگ نیست. دسته هایی که در حقیقت در سبد های یکم و دویم بودند اونها درست تقسیم شدند. اگر ببینید با ما عربستان سعودی نمی بود شاید یکون ژاپن می بود، نمیدونم یک دسته دیگر بود. خب بهر نبید ما یک لحظه به دوستان گرامی و شما میگیم که در گروه آ دسته های اخرین رو نمیگیم، چون که اولو یک بازی خوب برگزار میشن بعدا مستقر میشن که کدوم دسته در کجا جای گرفته است. خب گروه آ قطر است، هندوستان، کویت، بعد از این ژاپن، سوریه، کره خلق دموکراتی، این گروه B است. گروه S کره جنوبی، چین، تایلند، عمان، قرقیزستان، مالزی در گروه D. گروه E ایران، ازبکستان، ترکمنستان. کمی این گروه بهتر است اگر خطا نکنم. عراق، ویتنام، فیلیپین در گروه F. گروه G لکه گفتیم. گروه H امارات متحده عرب، بحرین. خوب اینجا هم حالا باز دو دسته با اینجا شامل می شود که اونها رو بعدا خواهیم گفت. و نهایت گروه ای استرالیا، فلسطین، لبنان و باز گروهی که در اونجا مالدی و یک دسته دیگر هست و این رو بنگلادش و همین دسته ها هم موقع خود رو میبند. تا اون زمانی که هفته آینده می شود در برنامه هفته آینده من کوشش میکنم که درباره هر یک دسته بازی هایش، تاریخش، درباره بازیگرانش، گویم نشان زنهای بهترینش با شما گفته باشم. فکر میکنم که اون چیزی که میخواستیم امروز بگیم در این برنامه ما گفتیم. یک چیز اضافه کردن است که ببینید که بعد همین صحبتی که ما کردیم، فوتبال بازانی که ما نامبر کردیم که در تیم ها هستن، اونا باید در چمپیونات سرزمین من تاجیکستان باید خودشون خوب نشون دهند و دونن که همه وقت مربیای ملی، یعنی که تحت نظارت دارن، برای اینکه امروز در حقیقت در تیم ملی ما در کار است نویگری، در کار است دیگرگونی. بعد از همون بازی که گفتیم و کافه در تاشکند، اگر همین نویگری ها شود و تیاری خوبی که مربی ها باید بینن در کمبودی ها کار کنن، باور کنه که بچه های ما میتونن بازی کنن، باور کنه که فدراسیون فوتبال همین خیلی نگفته است که ما چمپیونات جهان باید 26 برویم. یک چیز فکر کرده گیرن زدید ما داریم فوتبال بازان و ما داریم بچه‌هایی که و مربی و متخصصایی که در حقیقت عرق جبین داشتن و همه ما خداگو میشیم که تیم ما سال 2026 در چمپیون جهان راه خواهد یافت. من به شما باور میکنم و امید دارم، چون که دسته های جوان نورسان تاجیکستان در مسابقه خودی بین المللی خیلی خوب برآمد میکنند. بازیگران خوب هم داریم، بازیگرانی که ملکه خاصی مثلا بازی فوتبال رو دارند کم نیستند، اونها رو جستجو باید کرد. با همین تعبیر دوستان گرامی، من با هم زهیر بابایی و هم پریز محمدامین که در برنامه فوتبالی آسیا اشتراک کردن تشکر میگم که شما وقتتون رو دریغ نداشتید و ابراز نظر کردید که چگونه ما میتونیم با بازی های جام جهانی سال 2026 شویم، برنامه فوتبال آسیا رو به پایان رسونیم. خیر، باقی صحتمند و پیروز باشید و خود رو احتیاط کنید. البته تاجیکستان میتواند با بازی های جام جهانی 2026 در وخورهای فینالی شرکت کند. به پیش.